میگوید داستان‌ها با صدایی گنگ و نامشخص به سراغش می‌آیند، با یک تصویر، یک سرگذشت، حتی حرکت دستی یا هر چیز وهم‌انگیزی. نویسنده از تجربیات زندگی خودش می‌نویسه، از اون چی که برش می‌گذره و بر اطرافیانش می‌گذره و بر عصرش می‌گذره. من یه مقطع زندگی در یه روستا زندگی می‌کردم. 10 سال زیباترین داستان‌ها، زیباترین حادثه‌ها، زیباترین بازی‌ها و قصه‌ها و متل‌ها. خب این یه جایی باید خودشو نشون میداد. من داستانای زیادی نوشتم، نگاه من عوض نشده. من تو فرشته همون کارو کردم، در فرشته روی زمین باز هم از یک چیز زمینی استفاده نکردم. فرشته زمینی نیست، با فرشته داستانمو پیش بردم. تخیل همون تخیل هست، ولی حالا نگاهشو از رو دریا گرفته اومده رو زمین یا رفته رو آسمون. فرشته ناخن 4 انگشتش را به لب برد و شروع به جویدن کرد. پیرمرد فکر کرد چند فرشته حالا روی زمین بالای سر مرده هستن و هر ساعت در روی زمین چند آدم میمیرد یا خودکشی میکند و با نور هر فرشته چند خانه و خیابان را میشود روشن کرد. فرشته روی زمین کتابی است که منیرو روانی‌پور نویسنده بوشهری بخشی از آن را در جلسه کتابخانه‌اش در تورنتو خواند. داستانی که در آن مثل چندین داستان دیگرش به باور انسان‌ها از زاویه‌ای متفاوت می‌نگرد. باز هم داستان قدیمی است، همون کاری که من با اهل غرب کردم و با باورها شروع کردم، با آبی‌ها، داستان آبی‌ها شروع کردم. این بار از یه گوشه دیگه نگاه کردم به فرشته‌های مفتشی که میان و کارشون فقط اینه که مرده رو تو گور بلرزونن. از هر موضوعی می‌نویسد که مربوط به کشاکش انسان باشد، برای ساختن، زنده ماندن و عاشق شدن، از جبر اجتماع، حکومت، فامیل و طبیعت. تو کولی کنار آتش برای اولین بار در ادبیات ایران یک زنی دنبال یه مردی میدوه که پیداش کنه. داستانای قبل از اون همیشه مردا بودن که عشقشون رو گم میکردن، اینا را میافتادن که پیداش کنن. تو کنیزو من از کسی گفتم که تنشو میفروشه و از اثر ناچاری این کاری میکنه. اصلا موافق سانسور نیستم، همیشه ضد سانسور بودم، همیشه چه تو زندگی شخصیم چه تو نوشتنم. اما یک چیزهایی هست که ناخودآگاست، این در شما تهنشین شده، با شما به دنیا اومده، ژنتیکی، من نمیفهمم چیه. وقتی وارد یه فضای دیگه میشید که فضا متفاوت از فضای تربیتی شماست، یه کانتراست ایجاد میشه و یه مقایسه میکنید و اینجاست که مچ خودتون رو میگیرید، میگید منم دارم این کارو میکنم. وقتی هنوز جوانی 20 ساله بودم، مادرم لحاف و دوشک عروسیم را با ساتن صورتی دوخت و موشی نمیدانم از کجا آمد و توشک را سوراخ کرد و من از همان سوراخ پرت شدم به این شهر، به این شهر درندشت که تو در آن نشسته‌ای و 5 شنبه‌هایت را در آرزوی پیدا کردن پهلوان همه دوران‌ها می‌سوزانی. از خاطره‌هایش می‌نویسد، اما می‌گوید خاطره‌نویسی با دفتر خاطرات نوشتن فرق دارد. کاربرم داره از زندگی زناشویی می‌نویسه. منتها پس پشت داستان‌های کارور نویسنده‌ای هستش که از جنگ ویتنام بیزاره. تو می‌تونی از خورش سبزی بنویسی، ولی پس پشت این خورش سبزی باید یه چیزی باشه. ادبیات یا داستان باعث خیال‌بافی نمیشه. تخیل خلاق تو رو دامن میزنه. یعنی این نیست که رفتیم خونه عمم اون خورش رو خوردیم، بعد خالم این هدیه رو به من داد، بعد من عاشق اون شدم، بعد فلان شد رفت. اینا میتونه راهگشای این باشه که بچه‌هایی که دسترسی ندارن به یه فرهنگ مناسبی راه پیدا کنن به طرف ادبیات و داستان نویسی و کتاب خوندن. از ویژگی‌هایش لحنی طنزآلود، صریح و بی سانسور است. این از خود حرف زدن و واقعی حرف زدن، نه که نالیدنا. یعنی یه جوری هست که بعضی وقتا بعضی کسا با همه امکاناتی که دارن مینالن، ولی از خود حرف زدن تا این قصه راهگشای حل مشکلاتی باشه رسم نیست یا کمتر رسمه.
یه ویژگی که ما تو خودمون فرو میریزیم، قصه ها رو با خودمون تکرار میکنیم و سنگ صبور خودمون هستیم، مبادا که آبرومون بره. من میخوام آبروی آبرو را ببرم که دیگه کسی نتونه آبروی کسی رو ببره. هدفم اینه تو خاطر نویسی و تو وبلاگ نویسی. سانسور و مشکلات انتشار کتاب در ایران بسیاری از نویسنده ها از جمله منیرو را به سوی وبلاگ نویسی و نشست های اینترنتی کشانده است. خوشبختانه ما از طریق اینترنت میتونیم ارتباط بگیریم با خواننده هامون در سراسر جهان، با هموطنامون، همزبانامون، و این در واقع موجب شده که اون فشاری که رو ما بوده و بنبست هایی که ایجاد شده بی اثر بمونه و خیلی کمک کرده به ایجاد ارتباط، به اینکه هیچ کس احساس نکنه منزویه، هیچ کس احساس نکنه که دور افتاده، پرت افتاده و مثل یه نشست های ادبی میمونه. خانم روانی پور نویسنده ایست که چند سالی است در آمریکا زندگی میکند، اما کماکان قصه هایش را به فارسی مینویسد. مهاجر با یک 3-4 چمدون عادی میاد و 100 چمدونی که نامرئیه. این نامرئیاست که پدرت رو در میاره. اون 3 چمدونی که پره، تو سر یه ثانیه اینا رو باز میکنی، چیزات هم اینجا اونجا میزنی. چمدونای نامرئی یکی یکی با تمام مرده ها و زنده هات. پدر پدر جد آباد در میاد تو چمدون. آخوند محلتون در میاد، همسایتون که تو ترپاییده در میاد. همه اینا که نماد سنت هستن در میاد. و حالا تو هستی توی جامعه مدرن در معاصره آدم هایی که هیچکی نمیبینه جز خودت. و باید با اینا مبارزه کنی. مبارزه با سانسور از اینجا شروع میشه تازه. اون یه چیز خیلی خیلی عادیه، مبارز با سانسور دولتی. این خیلی سنگینه و خیلی سخته، چون باید حریف خودت بشی. بعد از ظهری با خودم گفتم علالا بزن برو تو بزرگراه و یه نره مستانه بکش. نره مستانه داستان آخر منیرو روانیپور است که هنوز به پایان نرسیده. روند داستان بر روی شبکه‌های اینترنتی و با حضور بینندگان شکل می‌گیرد. نره مستانه قصه‌اش ساده بود. من توی وبلاگ خوندم که امسال هر چی دلتون می‌خواد بکنین. منم ای خوبه ها ببینم چه کارهایی نکردم. خب گفتم بزنم به بزرگراه. داستان از اینجا شروع میشه که یکی میره تو بزرگراه، نره مستانه میزنه، پلیس آمریکا میگیرتش. و دیگه بقیه قضایا. سیگار هم میکشید؟ گفتم بعد از نره مستانه سیگار میچسته. گفت داروی چیزی مصرف میکنی؟ گفتم نه والا، نره مستانه کار به این چیزا نداره. داستان باید تموم بشه، کل کار تموم بشه، بعد همه رو بدونی که انتشار کاغذی بکنم میذارم رو سایتم و رو فیسبوکم. کلی ها نام کارگاه داستان نویسی آنلاین منیرو روانیپور است که دوره سومش اخیراً برای دوستداران ادبیات خلاق برپا شده. تانیا دربند، صدای آمریکا، تورنتو.